یه مرد نابینا تو شرایطی که غیر قابل تصوره. گلاسیا سلام، امروز میخوام برای اولین بار یه سری به سینمای هند بزنیم، چون که از فیلم‌های جنایی خیلی خوبش دیدم و دوست دارم با شما به اشتراک بذارمش. فیلم اندادون یا ملودی کور نمره 100 راتن تومیتوز به خارج اختصاص داده، محصول سال 2018 و خب تا الان نزدیک به 12 تا جایزه بین‌المللی هم گرفته. فیلمی که یه چهره جدید و به نظرم قشنگ رو از بالیوود نشون داد که تا به حال ندیده بودیم. بالیوودی که تا الان میشناختیم سینمایی بود که توی اون یه نفر تنهایی یه گردان رو میکشت یا میرفت با موز یه هلیکوپتر رو مینداخت زمین. خلاصه که به نظرم ارزش دیدن داره. این هم آخرین پست سال 1402 و برای تک تکتون آرزو میکنم که سالی پر از آرامش و امنیت داشته باشید کنار اونایی که بهتون حس خوب میدن و امیدوارم که به همه آرزوهاتون هم تو همین سال برسید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شکارچی رو میبینیم که وسط مزرعه دنبال یه خرگوش و به محض اینکه شلیک میکنه میریم به سکانس بعد. شخصیت اصلیمون یعنی اکاش رو میبینیم. اکاش نوازنده حرفه‌ای پیانوه و تنها زندگی میکنه. متوجه میشیم که نابینام هست و یه مقدار کارهای روزمره زندگی هم براش سخته. وقتی از خونه میره بیرون، پسر همسایه میاد سمتش و شروع میکنه به جر و بحث که تو نابینا نیستی و الکی ادا در میاری. انگار مدت‌ها سر این قضیه به اکاش گیر داده و حتی امروز یه طناب جلوی پاش میبنده که ببینه میفته زمین یا نه. اکاش هم میفته و خب یه مدرک دیگه است که نابینا. بعدم به یه فروشگاه لوازم موسیقی میره. صاحب اونجا رو میشناسه و بهش میگه یه کار خفن تو انگلیس پیدا کردم و نهایتاً یه ماه دیگه از این کشور میرم. برای همینم هم میسپره که برای پیانوش مشتری پیدا کنه. طرف دیگه شهر با مردی به اسم پرامات آشنا میشیم. پرامات بازیگر بود و مشخصه الانم خیلی پول داره. وقتی هم پول هست خب یه زنی رو به اسم سیمی میبینیم که با اینکه خیلی سنش کمتره با پرامات ازدواج کرده و ظاهرا زندگی خوبی هم دارن. این ازدواج دوم پرامات و از زن قبلیش هم دختری به اسم دانی داره که خیلی هم رابطش با سیمی خوبه. البته تو شهر دیگه تنها زندگی میکنه و هر از گاهی به پدرش سر میزنه. برمیگردیم پیش اکاش. وقتی به سمت خونش راه افتاده یه دختر موتور سوار به اسم صوفی یهو میزنه بهش. بعدم با ترس پیاده میشه و وقتی میفهمه اکاش نابیناست بهش گیر میده که بره رستوران تا کارش جبران کنه. این میشه شروع دوستیشون و صوفی که میفهمه این مرد یه پیانیست و خواننده خفنه بهش اصرار میکنه تا به رستوران پدرش بیاد و یه بار اجرا داشته باشه. اکاش هم قول میده که این کارو انجام بده. خلاصه که میرسه به خونه و متوجه یه چیز مهم میشیم. اکاش لنزی رو از چشماش در میاره و میذاره تو مایه. این مرد اصلا نابینا نیست، فقط خودش رو اینطوری جا میزنه. روز بعد میرسه و اکاش همراه صوفی به رستوران پدر رو میرن تا پیانو بزنه. اجراش هم فوق‌العاده است و مردم هم به خاطر استعداد و هم به خاطر نابیناییش کلی انعام بهش میدن. یه نفر دیگه هم تو این رستوران هست، همون شوگرددی بازیگرمون یا پرامات. اونم مثل بقیه تحت تاثیر قرار گرفته و بعد تموم شدن اجراش میره طرف اکاش. بهش میگه فردا سالگرد ازدواج من و همسرم. پول زیادی هم پیشنهاد میده که اکاش بیاد و به عنوان سورپرایز برای سیمی آهنگ مورد علاقش رو بزنه. اکاش هم خب با کله قبول میکنه. شب که پرامات به خونشون میرسه، همسرش میپرسه برنامه فردا برای سالگردمون چیه و اونم الکی میگه کار دارم و نمیتونم بیام پیشت. سیمی هم عصبی میشه و میخوابه. اون طرف هم صوفی بعد اجرای اکاش اونو به خونه میرسونه. بعدم خب نمیدونه که نابینا نیست و به راحتی جلوش لباسشو عوض میکنه. شام هم میخورن و انقدر خوششون اومده هم که شروع به بوسیدن همون یه رابطه میکنن. روز بعد میرسه و اکاش به خونه پرامات میره و زنگ میزنه. امروز خیلی استرس داره و سیمی درو باز میکنه. اکاش میگه با شوهرتون کار دارم و سیمی میگه رفته مسافرت نیستش. اکاش هم نمیخواد سورپرایزو خراب کنه و هی اصرار میکنه که بذار بیام داخل. وقتی یکی از همسایه های فضول میاد دم در، سیمی انگار خیلی نگران شده و اون راه میده داخل که این پیرزن دیگه سوال زیادی نپرسه. اکاش بدون اینکه لو بده همه چیزو میبینه، با راهنمایی سیمی میشینه پشت پیانو و میگه این یه هدیه از طرف همسرتونه. با شروع آهنگ سیمی خیلی به هم میریزه ولی چیزی نمیگه. اکاش داره پیانو میزنه که با وحشتناکترین صحنه زندگیش روبرو میشه. اون طرف اتاق جنازه پرامات غرق خون روی زمین ریخته. خب نمیخواد لو بده که اینو دیده وگرنه جون خودش هم تو خطره. برای همینم هم به پیانو زدنش با آرامش ادامه میده. سیمی هم که خیالش راحته با پایان آهنگ اول برای اکاش دست میزنه. اونم درخواست میکنه بره دستشویی بلکه بتونه توی مدت پلیس خبر بده و با راهنمایی سیمی وارد دستشویی میشه. اما وحشتناکتر اینه که یه مرد ناشناس توی دستشویی وایساده و اسلحه‌ای هم دستشه. سیمی بهش اشاره میکنه که بلای سر اکاش نیار چون نابیناست. اونم با ترس و وحشت دستشوییشو میکنه و بدون اینکه چیزی رو لو بده میاد بیرون. بعدم میشینه پشت پیانو.
یه لحظه هم اصل جریان رو میفهمیم. تقریبا یه ساعت پیش پرامات با دستگلی اومده خونه تا همسرش رو سورپرایز کنه، اما این خودش سورپرایز میشه چون سیمی رو در حال رابطه با این مرد روانی که دوست پسرش میبینه، مردی که بدون تلف کردن وقت سمت شلیک میکنه و کار پرامات رو میسازه. اکاش پیانو رو میزنه و زیر چشمی مرد رو میبینه که طرف پرامات میاد. با کمک سیمی و با بیرحمی بدنش رو تا میکنن و میذارن توی چمدون. بعدم مرد خودش رو مثلا جای پرامات جا میزنه و الکی با سیمی صحبت میکنن، طوری که انگار تازه پرامات اومده و سیمی داره واسه سورپرایز ازش تشکر میکنه. اکاش هم تظاهر میکنه خوشحال شده و حالا که کارش تموم شده از خونه میره بیرون. سریع محل دور میشه و روی نیمکت ساعت ها میشینه. انقدر شوکه شده و فشار روشه که نمیدونه باید چی کار کنه. همین لحظه است که یه زن دورگرد به نام ساکو میاد و وقتی میفهمه حال اکاش خوب نیست به شوهر خودش یعنی اسماعیل خبر میده. اونم میاد و با تاکسی اکاش رو میبره پیش پلیس تا اگه مشکلی داره حلش کنه. اکاش تصمیم میگیره کار وحشتناک سیمیو لو بده، حتی به قیمت خراب شدن آبروی خودش. میره داخل تا گزارش بنویسه که دوباره وحشت زده میشه. اون مرد روانی که تو خونه پرامات بود یه کارآگاه پلیس خیلی معروف و حرفه‌ای به اسم مانوهاره. مانوهار با دیدن اکاش میترسه و با نگاهی پر تهدید میاد جلوش و میگه مشکلتون چیه؟ اکاش هم فکری به سرش میزنه و میگه امروز یه نفر گربه من از خونم دزدیده پیداش نمیکنم، خواستم گزارش کنمش. حالا مانوهار که مشکوکه شخصا با اکاش به خونش میاد، شروع به سوال پرسیدن میکنه و در این حالم کلی تست انجام میده تا بفهمه راست میگه یا نه، که خب اونم کاملا خودش رو کنترل میکنه و وانه میده. حتی وقتی مانوهار چاقوی پرت میکنه سمتش اکاش بازم نمیترسه، فقط یه تکون کوچیک میخوره و میگه حس کردم یه چی از جلو صورتم رد شد. وقتی هم گربهش تو خونه پیدا میکنه بهونه میاره که به خاطر نابیناییم نفهمیده بودم کجاست و از مانوهار معذرت میخواد. اونم از اونجا خارج میشه. شب شده و اکاش مثل روز قبلی به رستوران پدر صوفی میره تا پیانو بزنه. حالا سیمی هم به همینجا میاد و مشخصه همچنان اکاشو زیر نظر دارن. خیلی هم با آرامش به همه دروغ میگه که شوهرم مسافرت تنهایی اومدم. امشبم میگذره و صبح بعدی خبر مرگ بازیگر معروف کشور یا همون پرامات بالاخره پخش میشه. جنازه‌شو توی ماشین روی پل پیدا کردن و به خاطر نبودن انگشتر و جواهراتش همه معتقدن که یه دزدی بوده و با این اتفاق تموم شده. مانوهار عوضی هم پرونده رو به عهده گرفته و وقتی دختر پرامات یعنی دانی همراه مادرخوندهش سیمی به ایستگاه پلیس میان با آرامش قول میده که دزدها رو دستگیر کنه و انتقام پرامات رو بگیره. سیمی هم میزنه زیر گریه و تظاهر میکنه که خیلی ناراحته. اکاش هم به ایستگاه پلیس میارن چون روز قبلی به خونه پرامات رفته بوده و ازش سوال و جواب میکنن. روز بعد مراسم سوگواری پراماته. دختر پرامات یا همون دانی میاد پیش اکاش و ازش درخواست میکنه تا بهش پیانو یاد بده. میخواد همون آهنگ مورد علاقه پدرش رو یاد بگیره که اکاش هم برای تبدیل کردن قضیه قبول میکنه. یه اتفاق دیگه هم میفته. اون پیرزن همسایه که سیمی و اکاش رو دم در دیدو یادتونه، این پیرزن پیش پلیس میاد و بهشون میگه چقدر اون روز سیمی استرس داشته و به هر دوی اونا مشکوکه و فکر میکنه که یه نفر دیگه هم تو اون خونه قایم شده بوده. سیمی هم این خبر رو از دوست پسر پلیسش میشنوه و روز بعد به خونه پیرزن میره. به بهونه درد و دل و چای خوردن وارد میشه و تو اولین فرصت پیرزن بیچاره رو از پنجره هل میده پایین. دقیقا همین لحظه اکاش بیچاره هم اومده تا به دانی پیانو درس بده و از آسانسور خارج میشه. سیمی رو دم خونه پیرزن میبینه و با صداهایی که بیرون میاد میفهمه اتفاق دیگه ای افتاده. بازم تظاهر میکنه که متوجه نشده. این بار که برمیگرده خونه سلی لوازم خودش رو جمع میکنه. به دوست دخترش صوفی هم زنگ میزنه و ازش میخواد بیاد تا یه سری حقیقت مهم رو بهش بگه. و این وسط همون پسر همسایه رو میبینیم که یواشکی داره با گوشیش از اکاش فیلم میگیره تا ثابت کنه که نابینا نیست. اکاش هم خیلی واضح داره اینو نشون میده. به هر حال صوفی هم راه میفته و چند لحظه بعد یه نفر در میزنه. اکاش در رو باز میکنه و اون طرف سیمیه. بازم خودش رو میزنه به کوری و دعوتش میکنه داخل. سیمی بهونه میاره که اومده تا در مورد شوهرش و حرفایی که با اکاش زدن حرف بزنه. مقدار شیرینی هم از مراسم خاکسپاری شوهرش آورده. اما اکاش متوجه میشه که داره با کارهایی از جمله گذاشتن یه ماسک ترسناک اونو امتحان میکنه که واقعا نابیناست. موفق هم میشه که تظاهرش ادامه بده و میشینه قهوه بخورن. سیمی و کلافه میشه و اسلحه از جیبش در میاره. اکاش هم خیلی میترسه و این بار لو میره که همه چیزو میبینه. شروع به التماس میکنه که شلیک نکن، من به هیچ کس نمیگم و همین فردا دارم از کشور فرار میکنم. سیمی نمیدونه چیکار کنه و یه رفع سر اکاش گیج میره. سیمی هم میاد سمتش و میفهمیم شیرینی هایی که آورده بوده رو با دارویی مسموم کرده. خلاصه که تقریبا یه روب میگذره و صوفی هم سر میرسه.
پسر همسایه میدوه جلو و فیلمی که از اکاش گرفته رو نشون میده تا ثابت کنه که حرفاش راستن. کاملا تو فیلم واضحه که اون نابینا نیست و صوفی عصبانی میشه. میاد بالا و سیمی هم که کارشو بلده تقریبا نیمه برهنه در رو برش باز میکنه. صوفی شوکه شده و سیمی خیلی راحت میگه اکاش خسته است و خوابیده، اگه کار داری بگو صداش کنم. صوفی هم که فکر میکنه بهش خیانت شده با عصبانیت از اونجا میره. مدت دیگه میگذره و اکاش به هوش میاد. منتها یه چیز وحشتناک هم میفهمیم، حالا واقعا نابیناست و هیچ چیزی رو نمیبینه. سیمی هم همونجاست و اکاش فریاد میزنه که چرا این کارو کردی. دختر میگه من نمیخواستم جون تو بگیرم، اینطوری خیالم راحته که اگه به کسی هم حرف بزنی باورت نمیکنن، چون همیشه تظاهر کردی نابینایی. الانم که آزمایش بگیرن این ثابت میشه. وقتی هم از خونه میره بیرون، اکاش به صوفی زنگ میزنه تا ازش کمک بگیره، اما خب اون با عصبانیت قطع میکنه و کلا از همه جا بلاکش میکنه. اون طرف شهر هم میریم پیش سیمی و دوست پسرش مانوهار. دعوایی دارن چون مامور پلیس میگه باید همون موقع اکاشو از بین میبردی، اما سیمی میگه دوست ندارم دستم به خون کس دیگه ای آلوده شه. به هر حال آخر شب خود مانوهاره که یواشکی به خونه اکاش میاد تا کارشو تموم کنه. موفق میشه که اونو از سقف آویزون کنه، اما یه رفعه پارچه پاره میشه و اکاش هم با یه لگدی که مانوهار میزنه سریع خونه فرار میکنه. مانوهار هم برای اینکه لونره از اونجا در میره. صبح بعد اکاش چشماشو باز میکنه و میفهمه از خستگی از حال رفته. الان هم رو تخت یه بیمارستان متروکه و دوروبرش هم یه دکتر رو همراه دو تا آشنا میبینیم. یکیشون همون زن دورگرد یعنی ساکوه، اون یکی هم شوهرش یعنی اسماعیل که راننده تاکسی بود. اونا تظاهر میکنن که دوروبر اکاش پر دکتر و کلن یه بیمارستان خیلی شلوغه. دکتر بهش میگه بدنت ضعیفه و اونم خواهش میکنه که یه دکتر چشم براش بیارن. چند ساعت هم میگذره اما خبری نمیشه و خب اکاش حالا مشکوک شده. اون طرف میبینیم که این سه نفر دارن در مورد یه پول زیاد صحبت میکنن. در واقع کار این دکتر دزدیدن آدمها و فروش اعضای بدنشونه و این دوتا دزدم براش آدمها رو میارن. کلا قصدشون خوب نبوده. بعدم میان دنبال اکاش و به بهونه آزمایش میبرنش توی اتاق. اونم خیلی تست و وقتی که میفهمه روی دونه صندلی جراحی خوابوندنش دیگه خیلی وحشت زده میشه و مقاومت میکنه. میگه من اصلا کور نبودم و میتونم خیلی کمکتون کنم، فقط بذارید برم بیرون. دکتر یه رفعه داروی بیگوشی رو بهش میزنه و اکاش آخرین جملهش هم میگه. روی دست ساکو یه تتو از شیوا خدای هندی هست. حالا اونا مردد میشن چون اگه اکاش از اول نابینا بوده امکان نداشته که این تتو رو ببینه و خب این مخصوصا برای ساکو که یکم مذهبی عجبه. برای همینم عمل متوقف میکنن و یه ساعت بعد اکاش به هوش میاد. اول خیلی میترسه و اونا قانعش میکنن که نمیخوان بهش آسیبی بزنن. اکاش هم بعد اینکه مطمئن میشه شروع به تعریف همه چیز میکنه. میگه که سیمی و دوست پسرش خیلی پول دارن، اگه کمکم کنید میتونیم حسابی با این اطلاعات ازشون اخاذی کنیم، اینطوری هم من میتونم هزینه عمل چشمم رو بدم هم شما ها کلی پول به دست میارید. اونام وقتی رقم پیشنهادی رو میشنوند مخاشون سوت میکشه و قبول میکنن. سکانس بعد سیمیو میبینیم که میاد خونه و شوکه میشه. دختر خوندش دانی و اکاش پشت پیانو نشستن و دارن تمرین میکنن. با پایان کلاس سیمی که حسابی ترسیده میاد بیرون و اکاش رو سوار ماشین میکنه. البته از قبلم با دوست پسرش مانوهار هماهنگ کرده تا سر به نیستش کنن. توی ماشین اکاش میگه دوست پسرت میخواست جونمو بگیره و اگه بهم پول ندید همه چی رو الان به پلیس میگم. اگه هم بلایی سرم بیارید یکی از دوستامه که لطو میده. سیمی هر لحظه بیشتر میترسه و وسط راه یه تاکسی جلوشون میفته و یهو میزنه رو ترمز. اینا همون همکارای اکاشن و خودشم تو همین لحظه با دستمالی سیمی رو بیهوش میکنه. نقششون رو انجام دارن و به پناهگاهی میرن. اکاش به خونه دوست پسر سیمی یعنی مانوهار زنگ میزنه که تازه میفهمیم آقا از قبل ازدواجم کرده. اکاش بدون ترسی همه جریان و از خیانت مانوهار تا کشتن پراماد، تهدید جون خودش و دزدیدن سیمی رو برای این زن تعریف میکنه. بعدم میگه تا فردا صبح باید 1,000,000 روپیه پول به این آدرس بیارید وگرنه همه چی رو به پلیس میگم و آبروی خانوادتون میره. با قطع شدن تلفن زن حسابی وحشت زده است و شروع به دعوا با همسرش میکنه و همه چیزو میگه. مانوهار نمیدونه چه جواب بده و یهو تلفنش زنگ میخوره. از ایستگاه پلیس خبر میدن که ماشین سیمی یعنی همون همسر پرامادو رو پل پیدا کرد. کفشاش هم لبه پلن و انگاری جون خودشو گرفته چون نمیتونه رفتن همسرشو تحمل بکنه. همسر مانوهار و خودش حالا مطمئن شدن که تهدیدهای اکاش الکی نبوده و واقعا سیمی رو دزدیدن. حالا این وسط همسر مانوهار که فهمیدیم مثل خودشم عوضیه یه فکری به سرش میزنه و یه سر میریم پیش همون دوستا. اونا دارن سعی میکنن تا یه جوری پولی که میگیرن رو بیشترش کنن، اما سیمی حاضر نیست پول دیگه ای بهشون بده و دکترم برای ترسوندنش مقداری از خونشون میگیره و تهدید میکنه که میخوام کلیتو بفروشم. میریم به روز بعدی.
مانوهار با کیفی پر از پول با آدرسی که فرستادم میاد. سیمی تو اتاقی بسته شده و زن و شوهر دوزمون میخوام برن که پول از مانوهار بگیرن. اما با یه تغییر مهم. اکاش بیچاره رو به زور مندنش رو ویلچر. از اول میخواستن اینطوری دورش بزنن و خودشون پولا رو بردارن. حتی بدون که سهم دکتر رو بدن، میخوان از شهر فرار کنن. یعنی اونم پیچوندنش. وقتی میرم بیرون، سیمی شروع به خندیدن و مسخره کردن اکاش میکنه که چقدر احمق بود و به اینا اعتماد کرده. اکاش هم چیزی میگه که زنو بیشتر میترسونه. میگه تو باید بیشتر از من وحشت زده باشی. اگه مانوهار پاش به اینجا برسه، قبل اینکه جون منو بگیره به تو حمله میکنه و نابودت میکنه. چون الان تویی که باعث دردسر براش شدی و اون برای حفظ آبروی خودش و زندگیش هم که شده حاضر هر کاری بکنه تا تو از این زمین حذف بشی. به هر حال اگه حتی حمله هم بکنه و منو این دزدام از بین ببره، تو آخرین شاهدشی. دکتری که تو این دوزی سهیمه هم میبینیم، اون هنوز خبر نداره که زن و شوهر دوز پیچوندنش. انگار خونی که شب قبل از سیمی گرفته رو هم آزمایش میکنه و از جوابی که میگیره ذوق زده میشه. برمیگردیم به جایی که مانوهار اومده بود. دوزای احمق بهش گفتن کیفو یه جا بذار تا برش داریم و وقتی میخوان این کارو کنن، مانوهار یهو سر میرسه. بدون رحمی هم به اسماعیل شلیک میکنه. همسرش ساکو هم که جریانو میفهمه و میبینه که مانوهار داره با آسانسور میاد بالا، برقو قطع میکنه و موفق میشه کیف پولا رو برداره. بعدم همسرش اسماعیل رو سری میرسونه بیمارستان که دکترها نمیتونن براش کاری بکنن و از بین میره. حال زن خیلی بد میشه وقتی که میفهمه همه پولهای تو کیفم هم تقلبیان. برنامه‌ای که مانوهار رو همسرش ریختن همین بوده. اینکه دزدا رو گول بزنن و با پول الکی محل زندگی اونا رو پیدا کنن و اینطوری سیمی رو هم به دست بیارن و با از بین بردنش همه چیز رو کلا مخفی نگه دارن. برمیگردیم پیش سیمی. با هر زحمتی هست موفق میشه تناب دور دستش رو باز کنه. حالا با عصبانیت شروع میکنه به کتک زدن اکاش که این بلاها رو سرش آورده. اما طولی نمیکشه که دکتر سر میرسه. تازه میفهمه جریان چیه و با کمک اکاش موفق میشن سیمین رو دوباره بیهوش کننش. بعد میزنش توی صندوق و قبل اینکه مانوهار از آسانسور بیاد بیرون و سراغشون بیاد از اونجا در میرن. دکتر رو بالاخره چیزی که فهمیده رو به اکاش میگه. توی آزمایش مشخص شده که گروه خونی سیمی ارهاش یا آر اچ هستش. یه گروه خونی خیلی نادر که نه آ، نه بی و نه او حساب میشه. دختری آدم پول دارم خیلی حالش بده و لنگ یه کلیه با همین گروه خونیه. دکتر میگه بیا جون سیمی رو بگیریم و اعضای بدنش رو بفروشیم. پولی که میتونیم به دست بیاریم 10 برابر چیزیه که میخواستیم اخاذی کنیم. اکاش با اینکه همه زندگیش به هم ریخته مخالف این کاره، چون نمیخواد جون یه نفر رو به خاطر پول بگیره. دکتر سعی میکنه قانعش کنه و میریم به سکانس بعد. 2 سال از قضیه گذشته. توی کشور اروپایی به کافه شلوغ میریم و اکاش یه نوازنده خیلی معروفه که اجرا داره. سوفی دوست دختر 2 سال پیشش به همین شهر سفر کرده و با دیدن عکسای اون وارد کافه میشه. از دیدن هم لبخندی میزنن و شروع به صحبت میکنن. سوفی میپرسه این 2 سال کجا بودی؟ چی شد؟ اکاش میشینه جلوش و حالا میفهمیم همه این فیلم که تا الان دیدیم حرفایی بودن که اکاش داشته به سوفی میزد و براش تعریف میکرده که چی شده. با پایان حرفای سوفی میپرسه خب بعدش چی شد؟ چه بلایی سر سیمی اومد؟ دوباره برمیگردیم به همون موقع صحبت دکتر و اکاش. انگار اکاش موافقت کرده و دکتر پیاده میشه تا جون سیمی رو بگیره. به محض باز کردن صندوق این دختر از قبل کمین کرده و با چاقویی به گردن دکتر حمله میکنه و جونش رو میگیره. اکاش هم که نابیناست نمیفهمه چی شده و چند لحظه بعد سیمی پشت فرمون میشینه و گاز میده. اکاش فکر میکنه همون دکتری که سوار شده و یه رفعه شروع به اشک ریختن میکنه. میگه تو رو خدا نگه دار، من به هیچکی نمیگم میخوای چی کار کنی، لوت نمیدم، فقط نمیتونم تحمل کنم که این بلا رو سر یه دختر بیچاره یعنی سیمی بیاریم. همینطوری اشک میریزه و التماس میکنه که یا بیا سیمی رو ببریم بیمارستان یا بزن کنار، من میخوام کنار بکشم. سیمی هم به هم میریزه. همه کار با اکاش کرده و بازم این مرد به فکر نجات جون اونه. برای همین میزنه بغل و داد میزنه گمشه پایین. اکاش تازه میفهمه سیمی پشت فرمون و با شوکه بودن پیاده میشه. سیمی عصبانی و پاشو میذاره رو گاز. همینطوری که میره همون اول فیلمو میبینیم. جایی که شکارچی دنبال یه خرگوش بود. اون خرگوش با شلیل گلوله یهو میپره وسط خیابون، سیمی کنترل ماشین رو از دست میده، یه تصادف مرگبار میکنه و تو آتش سوزی از بین میره. دوباره میایم به زمان حال، صحبت اکاش و سوفی. به سوفی میگه من همون لحظه فرار کردم، چون اگه پلیسا میومدن همه چیز علیه من بود و منو مینداختن زندان. سوفی هم دلش خیلی میسوزه و وقتی اکاش درخواست میکنه که به اجرای بعدیش بیاد میپذیره. از هم خدافظی میکنن و در حالی که اکاش داره با عصاش دور میشه، یه رفعه اونو به یه قوطی میکوبه. از قصد یا اتفاقی نمیدونیم.
و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم امروز خب ترسناک نبود ولی یکی از جنایی‌های خوب دنیا حساب میشه و به نظرم باید بیشتر مردم یاد بگیرن که به سینمای کشورهای دیگه سر بزنن. فیلمایی که من تو کانال گذاشتم پربازدیدترین‌هاش برای آمریکا و هالیوود نبودن، برای کشورهای اروپایی بودن، برای کشوری مثل مکزیک یا حتی فیلم اینساید که از کشور فرانسه گذاشتمش. کلاً هالیوود یه مقدار سانسور زیاد روشه و برای همین هم کم کم داره مخاطباشو از دست میده و مردم دارن سمت سینماهایی میرن که بدون پرده و بدون ترس از چیزی میاد حرف مردم رو به نمایش میذاره یا میاد صحنه‌هایی رو نشون میده که شاید تو هالیوود کلاً ممنوع بشه. به هر حال میگم من خودم اصلا پیگیر سینمای بالیوود نبودم، این اولین تجربه ای بود که داشتم، البته بجز فیلمایی که تو بچگی بابا و مامانمون میدیدیم، یا رو هرتیک روشن بود که بود، فیلمای اونا رو قشنگ یادمه، ولی کلا از زمان 10 11 سالگی دیگه ندیده بودم تا الان که به نظرم خیلی فیلم خوبی شروع کردمش و سعی میکنم چند تا دیگه هم براتون در آینده قرار بدم. میریم سراغ پایان بندی فیلم، چیزی که دلیل موفقیت اصلی داستان این فیلم شدش. ما توی فیلم خب با ایکاش آشنا میشیم، مردی که ظاهر بیگناهه، به ظاهر هیچ آسیبی به کسی نمیرسونه، اما کم کم میفهمیم که یه آدم دروغگوئه که برای رسیدن به هدفاش حاضر دست به هر کاری بزنه. پایان بندی فیلم هم از همین استفاده میکنه و میاد یه چیز خیلی بزرگی رو تو ذهن تغییر میده. تمام فیلم از اول تا اونجایی که جلوی سفینه نشسته و صحبت میکنه میتونه یه دروغ محض باشه، چون اکاش آدم دروغگوئه، هیچ کسی نمیتونه بهش اعتماد بکنه. تا الانم بارها بهمون توی فیلم ثابت شده کل زندگیش خودشو به نابینایی میذاره تا بتونه به هدفاش برسه. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه آخر جریان برای صوفی یا من و شما به دروغ تعریف کرده باشه، اصلا ممکنه که اون لحظه‌ای که صوفی فرار کرد از صندوق کلا دروغ باشه. چرا؟ خب دلیل اصلی هم که میگن اینه که به هر حال عطر یه مرد و زن فرق داره و اکاش که کل زندگیشو به نابینایی تظاهر میکرده اینو قطعا میفهمیده، اما خب داره میگه که اصلا متوجه نشدمش. پس میتونیم بگیم که در اصل اصلا اون دختر نجاتش ندادن، با همون دکتر سیمی رو بردن، اون کارو باش انجام دادن، با پولش چشماش رو هم درمان کرده و بعد از دکتر خدافیزی کردن و اومده اروپا. چرا این حرف صحت داره؟ به خاطر همون لحظه آخری که داره با اسرا میره، یه دفعه میکوبه به اون قوطیه، یعنی نابینا نیستش، داره همه چیزو میبینه. خب اگه یه آدم نابینا بودش یا خیلی آروم اون تکونش میداد یا خیلی معمولی میرفت، ولی قشنگ مشخصه که اکاش میاد از قصد چوبش میبره بالا، محکم میزنه به قوطی، یعنی داره همه چیزو میبینه. خلاصه که به نظر میاد که از فیلمهای خوب تو سبک معمایی و جنایی حساب میشه و قطعا ارزش یه بار دیدن رو داره که توی ربات تلگرام قرار میدمش. میتونید وارد کانال تلگرام گلاس مووی بشید و از اونجا نوشتم که چجوری از ربات استفاده کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یه بار دیگه میگم سال خیلی خوبی رو شروع بکنید و منم چند روز اول عید که نیستم، بعدش میام و خیلی قوی کارو ادامه میدم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. نوروزتونم پیروز.